بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر المعین و صلی الله علی محمد و آله حضرت فرمودن که ای فرزندم از آن گونه افراد مباش که نصیحت به نفع تو نباشد، که اگر از این گونه افراد باشی با مشکلات پشت سر هم ادب میشد. بعد فرمودن که فإن العاقل یتعظ بالآداب آیت تعظ الا به زر. عاقل با ادب وعظ میگیرد، نصیحت میگیرد، و حیوان با ضرب و تنبیه نصیحت میگیرد و جهت میگیرد. قبلش فرموده بودن که باید خودت رو از دغدغه این که فکر کنی تو مسئول رزقتی آزاد کنی و زندگی رو جهت رامتی بدی. سوالی شد که آیا این جمله اولاد کمتر برای زندگی بهتر این چی میشه؟ اصلا ما نداریم همچین در مطلب دین، یعنی این ادعا رو به خصوص ابدا و ابدا ما در قرآن داریم که حق ندارید فرزندانتون رو بکشید به جهت فقرتون. پس بنابراین این ادعا یه بحث است. یکی که چه زندگی بهتر در فرزند کمتر است، این ادعا خیلی ادعا عجیب و غریبیه. ما دوتا بحث داریم، وقتش میگیم آقا هر عاقلانه حساب میکنیم ما در شرایط خودمون فعلا نمیتونیم یکی دوتا بچه بیشتر داشته باشیم، این اشکال نده. یه چیزی خدا عقل داد به هر کسی، میاد شرایطش رو میسنجه، بعد که شرایطش رو سنجید میده نه نمیتونه خیلی مثلا بچه های زیاد داشته باشه، طبق این شرایط خدا گشایشش بده شرایطش رو عوض کنه، اونم تصمیمش رو عوض کنه. ما عرضمون است که این جمله نه استدلال عقلی پشتش خوابیده است، نه برهان الهی، عکسش گاهی شده است که خدا فرموده است برای املاق، این برای فقر حق ندارید بچه هاتون رو بکشید. این رو به این جهت فرمودن که تذکرش داده بشه که اون یه بحث دیگر که همیشه عقل در زندگی باید باشه که آیا من چند تا بچه رو در این شرایط میتونم تربیت کنم، اونجا خودش حق. اما این ادعا که آیا واقعا مگه رزق بچه ها رو ما میدیم که حالا اگه بچه ها زیاد شدن حالا واقعا پس حالا ما چه کار کنیم با این پول کم؟ خب پولش هم زیاد میشه. آقایی که ازدواج کردن همشون به نظر من اینو تصدیق میکنن که ما از وقتی ازدواج کردیم بعدمون بهتر، یعنی بنده چند سال کار میکردم ولی ازدواج نکرده بودم، هیچی هم نداشتم، اول ازدواج کردم بعد نمیشه شد بعدم بهتر شد. اینا اصلا این حرفا نیست که دست ما، همون جمله بزرگان که میهمان رزقش به پا خودش بست دست میاد، باره هم اینا دیدید دیگه. این که عقل در جای همیشه در متن دین عقل هست که هر کس باید خودش رو شرایطش رو ارزیابی کنه، اینجا خودش باشه، چون گاهی طرف خدا بهش عقل داده است، طبق این عقلم بررسی میکنه دلید نباید بی محابا مثلا همطور بچه دار بشه، خودش میبینه اینا. اون چه که عقل بهش داده است با یه تومعنینه
شروع میکنه زندگی را. بداند که اگر بر اساس عقلش به طور عادی مثلا باید دو تا بچه داشته باشه، دیگه اینه بداند رزقش هم خدا میده. با بچهش اینجور نباشه که فکر کنه حالا بچهش که میاد یخت نونه اینه میخوره. ولی حالا شما از آقا من 100 تا کار دارم، حالا اصلا واقعا نمیتونم به بچه‌ام احوال پرسی هم بکنم بعدم بگم یا علی از اومده یه گردان بچه تو خیابان دیده تو کوچه ها ایدا که دینی نیست. که من اونجا رو درد کردم این شعار را ما تو اسلام نداریم. این شعار اصلا مبنوعاً غلطه. من کاری به مثلا اختص این اصلا هیچ دلیلی نداریم که آقا فرزند کمتر زندگی بهتر بشه دلیل. ولی عکسش هم زنیم بخواهیم اثبات کنیم که خیلی خوب، یعنی حالا فرزند بیشتر زندگی بهتر بدتر یا زندگی بهتر. آخه این چون قضیه غلط هست پس عکسش هم به این معنی نیست که عکسی صرفا درست باشه. یه غلطی نیست که بگون طرف مقابلش مطلقا درسته یا این قضیه هم مطلقا غلط هست. اون قضیه کلی بحث میخواد، نمیخوام هم وقت دینا رو این بگذارم. با فرض این که برادران و خواهران موضوع رو تعقلی بررسی میکنن، ما بحثمون رو عرض میکنیم. همیشه آدم باید بگرده ببینه جنبه‌ای که مورد بحث بوده چی بوده. تو اون جنبه مورد بحث یه سخن نمیشه آورد کلی گرفت و مطلقا خواست ازش استفاده کنه. یه صلوات بفرست. اون جلسه بحث شد که گاهی ما طوری زندگی میکنیم که نصیحت پذیریمون از بین میره. این که خوب حضرت اینا تأکید کردن معلومه خیلی مهمه. تو اون جمله بود چی؟ لا تکونن ممن لا تنفعه العزتو عزتو الا اذا بالغتی ایلامهی. میگه تو از اونا نباش که نصیحت به دردت نخورد الا وقتی که یک مشکلی یک تنبیهی یک پشکلهی بخوری. این بحث شد بحث عمیقی هم چون دنباله دارد. من تو دنبالش انشاءالله شرحش رو میدم. بعد حضرت میفرماد فَإِنَّ الْعَاقِلَ يَتَّهِدُ بِالْعَادَى. عاقل با ادبها نصیحت میگیره. وقت همینم با جمله با طرف دوم جمله بیشتر روشن میشه. میگه حیوان با کتک جمله یعنی نصیحت میگیره. پس اینجا میفهمی حیوان با کتک دقت کردن چی میگیره؟ حیوان با کتک تغییر رفتار میگیره. به قول خودمون میگیم شرطی ما میکنیم حیوان را. حیوانی که واقعا نمیشه فکر کنه که خب حالا دوبار ما این کار کردیم زدندمون پس دیگه خوب است این کار نکنیم. اینجوری که نیست که فکر کنید خب شرطی میشه. یادش میاد که هر وقت این کار کرده زدندش، حالا که میخواد دوباره این کار بکنه اون رفلکس شرطی عکس العمل شرطی یادش میاد دیگه نمیکنه. حیوان تعقل و سنجش و موازنه و تفکر اینا که اصلا در شخصیتش نیست. در جاش هم بحث میشه ادله خوبی هم بزرگان ما بر این ادعا دارن، یعنی به این راحتی هم نمیگن حرف دارن که چرا حیوان تعقل ندارد به اون معنایی که ما تعقل میکنیم. ولی شما میگین حضرت میفرماد که حیوان در ازای کتک موعظه میشود. خب گوش کن، در صورت که حیوان به معنای چی موعظه میشود؟ یعنی رفتارش عوض میشه. حالا پس از این طرف جمله، طرف اول جمله روشن میشه که عاقل در اثر رفتارهای صحیح رفتارش عوض میشه. یعنی نصیحت پذیری عاقلان در ازای توجه به آداب است. آداب سه تا ادب داریم دیگه، یکی ادب حق، یکی ادب دین، یکی ادب خلق. ما در سه جا باید رعایت یک سری احوالات رو بکنیم و آداب رو. یکی رابطه بین خودمون و خدا، این یه ادب عجیب حوصله کنیم. یکی رابطه بین خودمون و دین، نمیگن ادب دین. یکی رابطه خودمون و خلق که اینا میگن ادب خلق. بیشتر شاید بگیم متاسفانه رو این تاکید میشه. این را حتما شما از ما قبول دارید، اگر ادب حق رعایت نشه ادب دین رعایت نمیشه. ادب دین یعنی رفتار و آداب دینی.
رفتار و آداب دینی کی میماند؟ خیلی ها آداب دینی رو میخوان رعایت کنن، آنی که منافعشون به خطر بود زیرش میزنن. جامعه‌ای که به آداب دینی، عادت‌های دینی، رسومات دینی مشغول بود ولی رابطه این جامعه با خدا حل نبود، ادب حق نداشت، به مجرد اینکه مشکل پیش بیاد براش ادب دین را زیر پا می‌زد، روان نمی‌خوره. اما آنی که دید اینقدر زندگیش مختل شده است که هیچ کاری دیگه نمیتونه بکنه، خب ربا میکنه. ربا نخوردن یک عمل دینیست، ولی وقتی مشکل شد این ادب دینی را میذاره زیر پا. چرا؟ خودتونه، چون ادب حق را نداره. یه وقت یه کسی است تمام وجودش اینست که نظر حق را جلب کنه. حالا میگن آقا خدا ربا را حرام کرد، اگر ربا بخوری نظر حق به تو منفرد میشه دیگه نمیخوره. چون توی این مناجات عزیز شعبانیه همون آخرش داریم که چی؟ خدایا از اونا نشم من که تو منفرد بشی از من، نظر به من نکنی. منفرد شدن خدا از مؤمن، این رو کی میخواد؟ کسی که میخواد ادب بین قلبش و حق حفظ بشه، عدد بین قلبش و حق. اگه این حفظ شد، حالا عدد بین خودش و دینم حفظ شد. دین یه دستور العمل است، این عبارت است از یک سری افکار و عقاید و یک سری آداب و حرکت ها. اون قسمتی که آداب است بهش میگن عدد دین، اون قسمتیش که مربوط به افکار است بازم عدد است، اما عدد قلب است نسبت به حق. حالا بیان سر جامعه، من به خصوص رو سومیش حرف دارم. چقدر انسان ها میشناسید که رعایت خیلی قوانین جامعه را میکنن ولی به مجرد اینکه منافعشون به خطر افتاد زیرش میزنن؟ نمونه شو گفتیم چی؟ دموکراسی الجزایر چون به نفع منافع آمریکا نبود قبول نداشت آمریکا. خیلی حوصله کنید اگه میخواین جامعه دونه اصلاح کنین با امیرالمومنین ببینیم میشه نه. یکی از دانشمنده خیلی تحقیق خوبی داره، میگه که آمریکا اصلا شاخصش آزادی در حد منافع، نه آزادی در حد خود آزادی. ایشون میگه آمریکا یک ماکیاول است، کار نداره به حرف ما، با ما از نظر جنبه سیاسی با آمریکا درگیری داریم، نه ما از نظر فلسفی درگیری داریم، اون داره فلسفی بحث میکنه، فلسفه اجتماعی. میگه ماکیاول حرفش نیست، آزادی بهترین طعمه برای حکومت است، آزادی بهترین طعمه برای حکومت است. پس از طریق آزادی، اینجا منظورم دموکراسیه، پس از طریق دموکراسی بیشتر حاکمان میتوانن منافعشون رو حفظ کنن، پس باید به دموکراسی احترام بذاریم، برای دموکراسی یا برای منافع. بعد میگه که یه دستور دیگه ماکیاول داره، میگه ماکیاول یعنی مردم را بکشیم برای حفظ منافع و اگر بقیه کشن به اسم حفظ آزادی اعتراض کنیم. یعنی خودمون جنسمون اینه که بکشیم. حالا چرا؟ حالا شاید بگو چرا تو به آمریکا کار ده؟ نه، بیان برگردید به اروپا، برگردید به بعد از رنسانس، یعنی از روزی که در جامعه جهانی دین رفت، آداب اخلاقی انسانی ماند به قیمت اینکه منافع حاکمان به خطر نیفته. یعنی شما اینا خوب انشاءالله از این به بعد که من عرضم نگاه کنید، پر از نمونه میبینید. بسیار شعار آزادی میده، واقعا میده، قبول هم داره، اما این ادب را تا کی حفظ میکنه؟ تا وقتی که خدای خودش بهش اجازه میده، خدای خودش هم که نفسشه، یعنی حاضر است. قشنگ راست میگن به هم، یعنی مردم اروپا به جد راست میگن، یعنی میگن آقا این ساعت چند میفروشی؟ چند خودت خریدی؟
میگه که مثلا 5000 تومان چند میفروشی؟ 6000 تومان. خب تا وقتی تو پذیرفته باید 1000 تومان بخوره، راست میگه، تو هم راحتی. حالا اگه شما نظرت باشه که 500 تومان باید بخوره، این میگوی چند خریدی؟ حالا دیگه راست شبه زنگی، چون الان نظام پذیرفته این روابط را، پس با این روابط میتونم منافعم را حفظ کنم، پس من این روابط رعایت میکنم. راست میگه، ولی راست میگه چون با این راست گفتن منافعش حفظ که نه خدا. یه مؤمن ممکنه راست بگه تا ادب بین خودش خدا حفظ بشه. یه ماکیاولیست ممکنه راست بگه، ماکیاولیست من الان برای همه حضار من کنم، یعنی چنگیز معدن، چنگیز قرن بیستم. یه ماکیاولیست راست میگه چون با راست گفتن ادب اجتماعی حفظ کرد. جمله مشهوری راسل داره، خوبه عزیزان نگن ما چرا از اینا استفاده میکنیم، من نظرم است گاهی اینها با جملات خودشون خلاص کردن خودشون. راسل یه جمله داره، چند بارم من تالا گفتم تو جلساتم، میگه من گوساله همسایه را نمیدوزدم. خب میگه نباید دزدی کرد، نصیحت میکنه مردم انگلستانه که نباید دزدی کرد. میگه عزیزان من گوساله همسایه را نمیدوزدم چون گاو مرا میدوزدم. شما از این جمله نتیجه میگیرین راسل دزد است یا دزد نیست؟ به نظر من این دزد آخری، این دزدی را بد نمیدونه، این نظرش نیست که دزدی بده، میگه ضرر داره دزدی، دزدی باید نفع داشته باشه، میگه دزدی ضرر داره، پس بیان حالا که ضرر داره دزدی نکنی. خب حالا اگه بانک زدن ضرر نداشت میکنی، ما دنبال منافعی، اصلا متد فرهنگ غرب، من که اینجور به شما میگم یقین بدانید، مطمئن مطمئن دارم صحبت میکنم، ما را دین بهمون یاد داده است اگه 99% احتمال بدی توی یکی میدیم، 1% احتمال خوبی اگه قابل اصلاحش میدونی حمله بر صحت کن. خدا امام را رحمت کنه. این رجبی لعنت الله علیه یه بار یه نامه ای به امام نوشته بود، هی پدر پدر رهبر اینا نگا، پدر عزیز پدر عزیز. بعد امام اصلا جواب نامش اینا مال خیلی قبل است، هنوز نه حرکت مسلحانه هیچ نبود، اوایل انقلاب احتمالا بنی صدر باز رئیس جمهور بود روز که این نامه نوشت، هی پدر. بعد امام اصلا جوابش نهد. بعد یه جا هم خود اینا هم بقیه گفتن آیا اینا آیا نباید جوابش میدادیم، آیا نباید اگه عید داشتن تذکر میدادیم. امام توی صحبتشون گفتن اگر یک ذره امید اصلاح میدیدم بلند میشدم میرفتم به سراغشون، نه تنها جوابش نمیدادم. ماش ما را این دین تربیت کرده، ولی یه وقتی است که اصلا حرفا نیست، یه وقتی است امیرالمؤمنین است که میبیند این دستگاه غلط است، یه وقتی است یه کسی اینقدر مؤمن است به تمام وجودش دنیاست از طریق دین، اینجا به پای رحمت، اگه اینجا رحم کردید به دین ظلم کرد. در اول سوره نور داریم که چی؟ اگر ایمان دارید باید زانیه و زانی را شلاق بزنید، اگر ایمان دارید باید دلتون رحم نیاد. حالا یکی دلش اینجا رحم بیاد، این دین نداره. دستگاه من دارم خدمتتون عرض میکنم، دستگاه اروپا، شما همینجا راسل مغز متفکر اروپا، راسلی که دومی نداره چه، یعنی راسل که من براتون مثال میزنم تقریبا میشه گفت تمام تفکر غرب در این 100 سال اخیر در قبضه ژان پل سارتر، عذر میخوام، راسل بوده. راسل به این جمله که میگه ما گوساله همسایه را نمیدزدیم، یعنی خیلی دزد خیلی خوبیم، دزد نیستیم. چرا؟ چون گاو ما را میدزدیم. میخوام نتیجه امشب بگیم، قبول میکنی از من که اگر ادب حق رعایت نشود، نه ادب دین رعایت میشود نه ادب خلق؟ میخوام زود به این برسیم. یا علی اگر فقط کل سرت نره،
اگر ادب دین رعایت می شود ولی ادب حق رعایت نمی شود، این ادب دین تا کی رعایت می شود؟ تا وقتی منافع بقدر. اگر شما دیدید بنده نماز که می خونم، دروغم که نمیگم، ولی قلبن ارتباط با خدا ندارم، عادتن ارتباط دینی دارم با شما، یه همون نیست که در دین میفرماد، امام میفرماد، میفرماد به جان دوست قسم، اگر شما از طریق دین باطنتون رو اصلاح نکنید و فقط به ظاهر دین مشغول باشید، این همون تلبیس ابلیس شقیق. اگر شما باطن خودتون رو اصلاح نکنید و فقط در حد ظاهر مشغول آداب دین بشین، خیلی جمله وحشتناکه را، چند جا میفرما این همون تبلیس ابلیس شدید، میگه این خودش نقشه شیطانه که شما را با ظاهر دین دارد بازی میده. خب اینو داشته باش. اگر دیدید که افراد نسبت به هم دینی هست، ادب را رعایت میکنن، خانم چادر سرش میکنه، اما این چادر را چرا سرش میکنه؟ برای که شما بهش نگید چرا. این مرحله اول. باز دیگه چرا سرش میکنه؟ بالاخره توی خانواده بوده که همه چادری بودن. این نمیمونه، این نمیمونه. چرا؟ اینکه چادر سرش میکنه که شما نگید چرا؟ این عدد خلق را داره رعایت میکنه. این که سرش میکنه که تو خانواده یه چادری، این عدد دین را داره رعایت میکنه. حالا اگه عدد حق را رعایت نکنه، یعنی واقعا در این رابطه با خدا مسئله شو حل نکرده باشه، در اولین فشار این چادر را داشته باشه. اون بحث جدا که آیا ما این فشار را باید بیاریم تو جامعه یا نیاریم، باید بیاریم مطمئنه، اما اینکه فکر کنیم این اصلاح شده است، نه، اما فشار بیاریم که جامعه را فاسد نکنه برای بقیه. نفس امر به معروف در جای خودش محفوظ است و به جا. حرف بنده الان یه بحث دیگه است که می‌گیم که شما تو این جامعه ها بیاید این دقت داشته باشید که عاقل، عاقل اون کسیه که آداب رو رعایت می‌کنه، با آداب بیدار میشه. آداب حتما از بالا به پایین باشه، میخوای بگوی از پایین به بالا بازم باشه، اما حتما باید این سلسله رعایت بشه. ادب حق، ادب خلق، ادب بینشن، ادب دین، آداب. حالا اگر رعایت نشه چی میشه؟ حالا بیام از اول. خوب اینا زیاد دارید، من که خود میخوام اینقدر طولش میدم این بحث رو، چون دلم میخواد که خدا یه کمک بکنه، یه نکته گفته بشه. زیاد تو زندگی دیدیم دارید به یه چیزی نصیحت میکنه اصلا نمیکنه. یه مثال میزنم. یه بار من تو اداره واسطه بودم، داشتم با یکی از این رفقامون حرف میزنم، هفتش ده سالش، گرم حرف زدنم بودم، یه درخت خرمالوی زینتی وسط این اداره بود، وسط اداره تو ساختمان یه درخت خرمالوی زینتی شق القمر بود. بعد من داشتم صحبت میکردم که آقا این کارا باید بکنیم، این کارا بکنیم، یهو گفت این به من گوشه کرد و یه خرمالو کم شد. خیلی من جا خوردم. بعد متوجه شدم این شدیدن مواظب، چون واقعا هم درخت عجیبی بودیم، بسید مواظب این خرمالو، چون مواظب این خرمالو هست دیگه، بعد مواظب حرفای من نیست دیگه، یه خرمالو کم شد. و رفت و رفت اونها که بالاخره نه این خرمالو چطور شده سی کم شده، این آبروی داره، این درخت آبروی داره، و تعداد خرمالو هم آبروی داره. خب اگه یکی یکی خرمالو و کم شد، یکی یکی آبروی داره کم میشه. نتیجه که میخوام بگیرم، اگر جهت روح به غیر حق باشد، نه ادب خلق و نه ادب دین رعایت میشه، هیچ کدومش رعایت میشه. یعنی شما از این بترسید در جا
جامعه اسلامی از این بهتر. اگر همه مردم مثل سعودی ها نمازشون اول وقت سعودی مظهر ادب دین منهای ادب حق. من در 3 سال پیش در چیز بحث کردم در شهرزا، در اتفاقا سالگرد تولد 15 شعبان بود، اونجا بحث کردیم که اصلا یه نوع بیماری است اون چه در اونجا هست به نام شرطی کردن. میدونیم که شرطی کردن که همت نمیخواهد. شرطی کردن، عادت دادن انسانها، شرطش گرفتن اعتماد. میشه جامعه را بسیار مؤدب کرد، کاری که سوئیسیا مثلا میکنن. اون وقت یکی از این رفقا ما میگفت اینقدر تو مدرسه خوب به بچه ها القا میکنن که حالا چطور القا میکنن کار ندیم، که این بچه دقیقا دزدی را مساوی زندان میداند و یه مثلث ساخته است: هر که دزده است من باید به پلیس خبر بدم وگرنه زندان میروم. هر که دزده است من باید به پلیس خبر بدم وگرنه زندان میروم. چرا؟ چون هر که دزده است من باید به پلیس خبر بدم چون زندان میروم. آخه چرا؟ چون هر که دزده است من باید به پلیس خبر بدم چون زندان میروم. یعنی بالاتر از چیزی یعنی فکر را میگیره عادت میده. خب شما میدونید که چند تا رفیق ما میگفت که من رفتم روزنامه که میخواد باید یه سکه بندازیم. خب سکه نداشتم. بچه ما طوری عادت داده بودم که اومد این خونه دید که من سکه ننداختم، بین خدا خدا میخواستم فردا بندازم. یعنی میگفت اومدیم خونه میخواست به پلیس تلفن کنه که بابام دزدی کرده و هیچ هم بعید نیست. اولا نجات هست یا نجات نیست، اینا باید مفصل بحث کنیم. من میترسم از بحث خودم بازمه. من به شما عرض کنم نه، این انسانیت کشی است. هر چند که جامعه خیلی منظم اداره بشه، حاکمان جبار خوششون میاد از این انضباط، چون در این انضباط انسانها فکر نمی کنن ولی جامعه بر اساس فرمان حاکمان میگرد. در ثانی چون فکر که نمی کنه، به قول آقا گفت که چی؟ گفت اگر برنامه به کامپیوتر بدی در حوادث غیر مترقبه دیگه کامپیوتر نمیتونه جواب بده. اگر جامعه را فکر بشنوی در اولین بحران همش متمحوری میشه. به قول این سولنستین حرف خوب میزنه، در آمریکا یه سخنرانی کرده مارکسیست به اصطلاح حالا میگه شما در شرایطی هست که خیلی تلاش میکنین قدرت دونه حفظ کنین، چون میدان در اولین ضربه همه یه توانمون مزمهد میشه. من همین تمام نیرون صرف نمیشه که این قدرت رو یک کنید، چون یه ملتی ندارید که این ملت توان و تفکر در مقابل بحران ها داشته باشن. خب آخرش هم چه چی؟ آخرش چی؟ اگر یکی نداشته به جامعه بدی ولی آداب دینی بدی، این آداب دین این جامعه را به وسیله دین نجات میده. دین نجات میده ولی آداب دین وقتی نجات میده که به آداب حق خلق بشه، اون وقت به آداب خلق خلق بشه. مگه ما نداریم که به چی اعتماد کنیم؟ به کسی که مطمئن قلبش میده. ممکنه شما الان یه سری عادتها تو جامعه گاهی دارید، یک سری ارتباطات صحیح تو جامعه دارید، اینا رو با چی تقویت کنید؟ با دین. اگر دین به معنای اینجا اعتقاد، اگر اعتقاد دینی در جامعه نباشد، نه عادتهای دینی نه رفتار منظم اجتماعی میماند. در اولین بحران همش میگه ما کل انرژی صرف کنیم که به فلان اداری قانون تلقین کنیم، القا کنیم، خودتان میدانیم که نمی کنیم. و همین عرض کردم که تا زمانی که ادارات ما ادب حق ندارن، نظام اسلامی نفوذ در ادارات ندارن. دست من نیست بیاد منو بکشید. این یه قاعده است. اگر قوانین نظام حافظ نظام و اگر نظام با حفظ و اجرای قوانین از زنده میمانه، اگر
نظام ما اونجایی که مجری هم یه ادهی عدد حق را نتواند حاکم کند، دستورات چه عدد فرد است یا عدد جمع است دیگه حاکم میشه. مشکل دیگه حسرت میفهمید که عاقل باشه. آخه فرد که فقط عاقل جامعه هم گاهی عاقل هست. ما در طول تاریخ سرچی میدیم گاهی یه جامعه عاقل هست. شما خودتون دیم الان من شما کنیم ما یه لطف بزرگ الان جامعه ما از یه جهات خیلی عاقل عجیب عاقل هست. شما تو خیلی از فهم نقشه های آمریکا انصافا عاقل هست. این عقل شما ارزون به دست نیاوردید و فکرم نکن چیز سادهیه. خیلی بیش از اون چه که الان ما مشکل داریم با این تبلیغات و تنهای آمریکا ما باید مشکل داشته باشیم. جامعه ما عاقل هست. از ننه بنده چه بیسوادت بگیر تا اون که نمیدونم دکترا داره چه ظاهرن ننه من تو این جهت عاقل هست. باور کنید چون عقل مقابله با آمریکا را از دین گرفته نه از دانشگاه. اصلا مقابله با آمریکا عقل دین میخواهد نه عقل چه کتابت و اکتسابی. گفت این همه عین بنای آخر است که اماده بوده گاو و اشتر است. گاو اون علم بنای آخر است. اما بالاخره بعد به لطف و کرم الهی بدنه این نظام اسلامی از این جهت عاقل است. خیلی هم عاقل است. حالا فردا نشون میدم به صدای بهمن حسن از این فکران نترسید. این ملت یه عقلی دارد که این عقلا دارد. حتی به صدای بهمن پشت سر هم به وجود بیاد از این جهت این ملت به لطف خدا این عقلش رو از دست نمیدید. اینا از ذخیره های بشر. اما هر بنده این است که جامعه عاقل یعنی جامعهی که در هر سه ادب مجهز میشه. همین قبطه میفرماد که فإن العاقل یتخذ بالآداب. حالا چه جامعه عاقل چه فرد به ادبها آداب جمع ادب به ادبها بیدار میشه. حالا اگر ادبها نبود با کتک بیدار میشه مثل ایران این که قرینش ایران را آوردن ولبها امولایت تعیز و الا بزر. یعنی هر جامعی که در اثر رعایت ادبها بیدار نشد حیوانیست که با کتک بیدار میشه. خودتونم دیدید کمم ندیدید. یعنی جامعه گاهی در تنگناها ادب میشه. بعده چرا جامعه در ارتباطات صحیح ادب نشه؟ امروز همه من شما پذیرفتیم که چون رعایت همو نکردیم هممون در تنگنا هستیم. یعنی یعنی ادب خلق رو رعایت نکردیم به شدت اذیت میشه. فقط یادمون نره اگر ادب خلق رو رعایت نکردیم چون ادب دین رو رعایت نکردیم و اگر ادب دین رو رعایت نکردیم چون ادب حق رو رعایت نکردیم. اینجا بعد حضرت میفرمان پسرم هر انسان غم بهش رجوع کنه. غم جزء زندگی و چیز بدن میگه نخوا که غم بهت رجوع نکنه. هنر از بین بردن غم رو بشناس. اطرح انکه واردات الهموم به عزائم صبر و حسن الیقین. ببین یک رهاش کن برش گردون برگردون پس بزن از خودت غمهایی که میخواد. چطوری؟ چون به حضرت نگاه کن با صبر متین محکم و با یقین زیبا حسن و یقین. یقین زیبا دیگه به یقینیه یه تحبیر آجیب آشفته میکنم. از کجا بگید؟ از اینجا میگید شما چقدر انسان میشناسید که غم براشون اومد غم اومد بلد نبودن با غم چطوری مقابله کنن. غم خورده شد غم خورده شد هر نمونه هر غم شما نشون بدید به امیرالمومنین
میگه هر غم داشته باش داشته باش، یه راه یادت میدم که خون غم را بریزی نه غم خون تو را بریزی. چون میگه پس اولا غم نمیشه نداشته باشی. شما یادت بچه که بودیم یه چوبی هایت میکنید که مال کمتر ما بیشتر یه چوب برمیداشیم سوارش میشدیم آب پیتکوپتکو میکردیم اصل ما آقا اگه این چوبه میشدن انگار که همه یه خونه بابا خراب شدن. پس غم از بچه میشد. خب یخته بزرگتر شدیم غممون چی بود؟ که نکنه که مثلا تو مدرسه بزرگتر کلاس اول ابتدایی یادتونه یه الف میداشتیم یه خط میداشتیم برای چون و وقت کل قصمون چی بود؟ که نکنه من نتونم بسن یعنی الان در نظر بیدی سر چه قصه میخوردی؟ سر مدادمون میشکن کل قصه میخورد سر مداد میشکن یا مدادمون گم میشکن. خب حالا بیا بالتر این قم قمه بیا بالتر آدم هم پیش خودم گفتیم بذار دیپلم بگیری میشن. من یادم اول دبیرستان پیش 6 سال درس میخوندی تا میشدیم دیپلمه. کتاب اول خیلی زیاد بود، اولین بار بود که کتاب مثلا همیشه ما 3 تا کتاب داشتیم. ما وقتی که تصدیق 6 گرفتیم 3 تا امتحان دادیم، املا، انشا، ریاضی. بس سه علوم های ناز اینا بعد بود اینا کل امتحانی ما بود. و جهو اومدیم دبیرستان دیم خیلی وضع بود خوب شد خیلی بعد اینا هم که دستم بود داشتم در همسایه من گفت که اینا رو باید دیپلم بخونی. گفتم تا دیپلم یعنی مثلا فکر کنم دیپلم الان مثلا میگم حالا بنده مثلا تا 90 سالگی چقدر فاصله دارم بو تا 90 سالگی بیشتر دارم بو تا دیپلم دیپلمم گرفتم. اصلا اینجا ساعتی که نگاه کن ببین غمها چطوری سنگر عوض کرد. هیچ وقت انسان بی غم البته خوش حال کسی که غمش چی باشه مراد من به نماز این بود که در خلوت حدیث درد و فراق تو با تو بگذار. یه وقت میگون خدای قصه میده که مثلا مدار رو میشه کرد، یه وقت میگون قصه میده که تو را نداشت، یه وقت بودم خدا گم کرده از قصه شه، یه وقت مدار گم کرده از قصه شه. این دوتا غم هست اما خیلی فرقه. یکی مطلوبش شناختست و فعلا دنبالشه، یکی اصلا مطلوبش رو گم کرده. اصلا اینجاست که پس غم همیشه غم همیشه هنر مقابله با غمها رو یاد بگیر. دو تا چیز خیلی گوش بده، ما که یک دفعه شدیم میفهمیم یکمی اگه اون روزا غم ها اینجوری باشه برد کم چقدر خوب بود. یعنی نمیدونیم پرده چه کار میکنیم با غم هامونا، ولی یه دو تا چیز، یکی این که به عزا امسان به کمک صبر استوار، صبر عظیمت شنی از خودش یعنی محکم و اراده دار، صبر استوار اولی لعرمی که میگن یعنی دارای تصمیم محکم. میگه که اگه خواستی غم تو را نخورد نمیخواد هیچ کاری نکن، صبر استوار بشه. صبر بزرگترین کار هست. شرح بدیم مثلا یکمی شما دقت کردید حتی خودتون گاهی تغییر رویه میدید یا نه، تغییر مش میدید، تجدید نظر میکنیم دیگه تو کارم، بقیه هم میکنم یا نمیکنم؟ بقیه هم میکنم بس ما هم مثل بقیه میگه. حالا اگه شما در یه موضع صحیحی همینطور باشید، حالا بقیه اینقدر تجدید نظر میکنن که با تو همه هم میشه. غم چی بود؟ غم این بود که چرا بقیه با من همه هنگ نیستن در راه حقم. راه چیه؟ دید چی؟ واسه اونا همه هنگ میشه. نمونه شما تو امام دیدید دیگه، امام که دیگه نگاه تجرب میکردم خدا میگودم چی؟ مثلا اون اوایل که امام تشریف برده بودن ایران ما بدنه ما میرن که آیا همه امام ها قبول میکنن؟ یه جبی بود تو این کشور هرکی میگفت ما خودم همه کاره. با امام کتا آمد یا بقیه کتا آمد؟ امام خدا میده چی کتا آمد؟ بقیه هی این بر افتدن این بر افتدن این بر افتدن دیگه ردیستان نمیدونم مسیون ردیستان آخرش مقدار زیادشون بدن به طرف امام. اصلا هر خودش راه دفع قمه
و عجیبه که انسان در حوض نمیتونه صبر کنه. شما مثلا بگون که آقا من یه چیزی که خیلی عرضش نده حوض هست، یه مدتی که ادامه شده خست میشه، حتی یه غذا خوشمزه، یه غذا خیلی خوشمزه آدم قبل از اینکه بخوره ممکنه دیگه که آقا من مثلا یه تمام عمرم آرزو داشت این غذا رو کنم، حتی که خورده سیر شدی دیگه برای چرم نمیمانه. حوض جنسش نیست که نمیمانه، نمیشه تو حوض استوار بود که آدم کشن تدنزل میکنه. اصلا یه را یادتون بدم، هر وقت دید که استحکام نداری بدانی در حق نیست. یاد فلسفه خدا مگه عین وجود نیست؟ خب اون وقت عین حرکت هست یا عین بقا؟ عین حرکت که عین نفس هست، خدا عین وجود، حرکت مال جاییست که نفس هست، پس خدا عین قرار هست. پس هر کس بیشتر به خدا هست، یک کس بیشتر عین حکیم، یعنی همین یکی که محکم هست، محکم یعنی کسی تزرزه به شخصیت حکیم غیر الهی هم نمیشه که. پس میفرماد که دو تا کار، یکی هم حسن یقین، یقین زیبا، یعنی مطمئن باش به حکمت خدا و لطیفانه اون حکمت رو بپذیر، یعنی با خنده بپذیر. مثال بزنید، شما دیدید که وقتی پیامبر اومد اعلام کرد که من پیامبرم، قوم و خویشش هم نپذیرفتند، ولی ایشون مطمئن بود حق میگه. حالا همین که مطمئن بود حق میگه، نتیجه شد آخر عمر طوری فوت کرد و شهید شد که تمام جزیره العرب مسلمان شد. حالا احساس خوب گوش کن، خواهش میکنم گوش کن، حدام آخر عمرش ببین تمام قمای عالم داره گرفت، کدوم به کویت میخواست حمله کنه؟ میخواست عربا را طرفدار خودش بده کنن، حرف آمریکا هم که هست همه طرفدار، میخواست کشورش را آباد کنه ببین به چه روزه، میخواست طایفش را متحد کنه بینشون اختلاف شد، روش عزیزت نمی کشنش، هر روز بعدی روز میکنه، میخواست خوزستان را بکنید عراقش هم برده بدست. هر کس به حکمت خدا اعتماد نداشته باشد، غمها تا آخر میخوردش. حسن و یقین، ما یقین داریم به حکمت حق، پس حتما در راه حقمون آخرش غمها ما را نمیخوریم، غمها را نمیخوریم. همه غم دارند اما همه را غمها نمیخورند. حالا بیاییم، یه آدم که این دوتا را رعایت نکرده، نشونه من بدید که زندگی ضایع شده نیست، یه نشون من بدید. من بسیار کسا میشناسم که خیلی تلاش میکنن، خیلی اهل باهوشن، ولی بسیار هر که زندگیشون جلو میره این زاویه من بیشتر در برشون میکنه. چرا؟ دو چیز ندارم، نه حبر محکم در راه حق و نه یقین به حکمت خدا، یقین نیکو. همه شما الان میدانید که حق هم اسلام است، همه دون میدانید این اسلام به تمام حق است. حالا من بگویم پس مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که روش باید وقتی میدیم انگار دارد به منافعمون لطفه میخورد یک دکتان، همین که کتا آمده قم شده میشه، قم بود اما قم قدرت نداشت. شما حالا عکس یه خانواده میشناسم، چیز عجیبی هم نشه، اولش که شروع کردن زندگی را به لطف خدا اسلامی شروع کردن اما با هزار مشکلات، چون میترسم نشونی بدن یه خود شناخته بشه، با هزار مشکل، اما یه چیز این بنده خدا پدر این خانواده بودن، عجیب اسلام را قبول کرد، عجیب قبول در اسلام را مثلا ما تحجیب میکنم چی چی رو عطی داره زمین رو گفتیم، گفت مگه خدا نگفتن
ما خودمون گفته بودیم و خدا گفته، ولی خودمون جرأت نمی‌کردیم اینجوری که قبول کردیم ما قبول کنیم. گاهی دوستان میگن اینا فلان اینا که تو گفتی، این انگار بیشتر از تو داره، هر کی تو بگی میخواد عمل کنه. خب اینم درد سر میشه برای ما. گاهی طرف به همه یه حرفا وقتی دیدی حقه میخواد عمل کنه، ما خودمون جرأت نمی‌کردیم اینجور که این قبول کرده حرفا را ما بکنیم. باور کنیم مثلا 20 سال الان تقریبا خانواده میزنم خوشتن یه حدشون باشه زنم. من یه بار برمان گفتم، گفتم بگیم چی آخر عمری راحت، اگه براتون بگم اول عمری چطوری شروع کرد، نه چطوری، یعنی واقعا ایثارهای عجیب باشه. برمان گفتم بگیم دو تا دختر داره دیگه پیسه و هیچی هم نداشته که بخواد مثلا کمکی نکنه، ولی همه اینا هم متدین هم آرام، خودش هم متدین هم آرام، یعنی هر چه جلو را دو تا خصوصیت داره. این دو تا در واقع یکیه، یکی حبر استوار در دین، پایداری محکم در دین، یکی هم چی؟ یقین مطمئن. یادم بچه های جبه آقا از همه عجیب در خودتون دیده بودید، من هم دیده. ما خودمون بحث میکردیم که به این دلیل انسان بعد از مرگ میماند، میبیند که میمیرد، همین وقت رو بفرده بعد گاهی این جسارت رو عشق به شهادت بچه ها طوری بود که بعد فرمانده ها به من میگفتن به این بچه ها بگو با آقای آقای تو رو بزنن اصلا رو گفت مگه ما حقا نیست 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 گفت مگه تکلیف نیست که این کار بکنیم؟ گفتیم چه؟ گفتیم ما بکنیم ریزه مثلا کارم بابا میگفتیم بله حق از تکلیف مثلا اگه میشه مثلا هم نمیریم هم بکنیم. و میگفت مگه حق نیست شهادت؟ بابا چرا نمیریم؟ ما انجام میدیم، میخواه بمیریم، میخواه نمیریم به خودکش، یعنی در سور فرمان دارم همه رو میشنازنیم. یه وقت اون افراد ها بود، نه فقط من تجربه بودم این همه استواری در دین و این همه اطمینان به حرف خدا. اما جا میدونی که من راست شده میگم گاه این حد بسته میخورم برای این بچه ها که تو مراتع برزخ در شوخ میکنم تو گاه میگم مراتع برزخ تنها چیزی که ندارم قرم منم حسرت میخورم، من حسودی میشه حسابی. حالا میشه گفت قفته چه میدونم، حالا قفته میگم نه نه دیگه حسودی وقت تصور میکنم همه به قول یکی از دوستان ما کلی پدرم در میاد که ثابت کنیم این حرف حق است، اون همه هم قبول کرده داره باقشه میخواد. دیدیم مثلا ما میگم آقا به این دنایل آیه اینه دیگه، خب وقت قرآن هم میگه، قرآن هم که حق هست، پس حتما این حقه. ما کلی داریم به قلب ما هشدار میدن که بابا قرآن میگه، قرآن هم که حق است، پس حق است دیگه، شک توش نیست، پس باید عمل کرد. ببین اصلا این اینا رو کاملا تجربه دنبال بعدیشه. آره من به دوستان گاه میگم، میگم من چی گولی هم مد به سر بچه ها نمیزن که تا میام تو جلسا. گاهی اونایی که ما میخوام هی به این قلب تمومشمون تحمل کنیم که ایدی غیلت رز دست خدا حیث ندار، اون اینا رو اینقدر راحت قبول کرد دنبال بعدیشه. چرا حسن الیقین خود دانی. من نمیدونم هر همه زدم یا نزدم، من نمیدونم هم چقدر حرف امیر المومنین اینه که من میگم، اما اون که من برداشت کردم پس همینه میگه غم را از زندگی، یعنی از کفه زندگی با چیز دیگه بیرون نمی کنی. حالا نگاه کن کارا که کردی که غم ها بره و میگه دل کن کن قبولشم دیگه بسته نمی کنم، شد یا نشون ببین. پس اینا راج نمیدن کن قبول نشو با راه نجات از غم هایی که وارد به قلبه که این طرحهای خودت نیست، این طرحها و تئوریای من و شما که بده یه ماشین بخریم از شهر این هی تو این سرما رفتن اومدن راحت میشه، زن اونم دیگه قربه امون نمیبره، میبرمش میرسه میشه که ماشین هم میخریم. بعد خب اینجا خب الانه که دیگه اینا مدلش عقبه داره بهترش هم نیستن، بهترش هم بخریم وسطی یه دکیش دیر نمیم. مثلا چرا میخواد نمیم ماشین نخرم؟ یه وقت آدم براش یه لیوان آب میاره میگه آقا دست به درد نکن، یه وقت یه قربونت برم اصلا من فقط برای این لیوان آب زنده، یه خود زندگی
تو برای چیز دیگه زندگی کن، آبم بخور، ماشین بخر، خونه بخر، کنکور قبول بشو، زن بگی، شوهر بکن، هر کنون، اما راه دفع غم صبر در دین و یقین به حجت خدا. بله یا حالا اگه قسمت های چند تا سطور بعدم حضرت میخواد یاد ما بده چطوری غمکشی کنیم. خیلی قشنگه، یعنی اصل قضیه نسالو چوند او که یا یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج قلوب الدنيا من قلوبنا فارزقنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك فرودگارا به حقیقت قرآن و حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف این خاندان قرار بده. پروردگار بر ما منت بگذار و نظر سلطان قلب ها قلب عالم قلب قلب ها را قلب امام زمان عزیز را از ما راضی خوشنود بگرد. پروردگار ما را از ارادتمندان و منتظران حضرتش قرار بده. پروردگارا ما را شایستگی سربازی امام زمان عطا بفرما. پروردگارا شعور فهم و ارادت به مقام عالی حجت الله را به ما عطا بفرما. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت از ما قبول بفرما. پروردگارا انقلاب لطف بزرگ تو برای ما پایدار و مبارکش بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خداوندا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه را در پناه خودت از همه بدیجات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. حکمش را در جامعه جهانی و جامعه اسلامی و جامعه ایران نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق زد حقوق به ما عطا بفرما. پروردگارا توفیق احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل